در ایران اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی و سیاسی برای پنجمین روز متوالی در فضای شدید امنیتی ادامه داشته. بعد از اینکه آمریکا دو وزیر ترکیه را دستور داد که تحریم شوند، رجب طیب اردوغان هم دارایی‌های دو وزیر آمریکا در ترکیه را مسدود کرد. دولت ایران هنوز واکنش رسمی به اعتراض‌ها نشان نداده. اعتراض‌ها به وضعیت اقتصادی که با شعارهای ضد حکومتی به شدت رنگ و بوی سیاسی گرفته. گزارش‌ها حاکی است که در پنجمین روز از تظاهرات حضور نیروهای امنیتی سنگین بوده، به ویژه در استان البرز، تا آنجا که سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استاندار گفته مطالبات معترضان اقتصادی نیست، کاملا ساختار شکنانه است. گوهردشت کرج هم بار دیگر صحنه تجمع‌های پراکنده بود. مرساد کهنروز نگاهی کرده به این تحولات. کرج 13 مرداد سپاه گوهردشت. شدیداً نیرو هست. شدیداً سپاه بسیج ارتش ولی مردم دور جدید اعتراضات در ایران روز پنجم کرج از کانون‌های عمده اعتراض هاست. امروز شنبه 13 مرداد ما اوضاع امنیتی اشتهارد کرج. کرج دیشب هم شلوغ بود مانند چند شهر دیگر. سرپرست معاون سیاسی امنیتی استانداری البرز میگوید عمد افرادی که در این نارامی ها شرکت دارند دغدغه اقتصادی ندارند. او میگوید مقام ها سعی کردند با این تجمعات مماشات کنند و به حرفهای آنان گوش کنند، اما به گفته او دیدند این مطالبات اقتصادی نیست و کاملا ساختار شکنان است. مخالفت معترضان با عملکرد حاکمیت چه در حوزه اقتصاد و چه مذهب و سیاست مشخص است. این اولین بار هم نیست که اعتراض ها با انتقاد از وضعیت معیشتی شروع می شود و در ادامه راه شعارها متوجه بالاترین سطح نظام جمهوری اسلامی می شود. نگرانی مقام ها جدی است. در هر سمتی، در هر جایگاهی، با هر نسبت ارتباطی، با هر کسی که دارند، باید بدون اغماز با متخلف، با خائن به امور اقتصادی کشور برخورد قانونی قاطع بشود. فضای سیاسی و اقتصادی در ایران نارام است. حکومت از بیرون هم تحت فشار. تحریم‌های آمریکا از دوشنبه شروع می شود. این ممکن است هیزمی تازه باشد بر آتش اعتراضات. 12/5/97 پاسخ دولت و حکومت تا امروز سکوت. من به عنوان رئیس جمهور در پیشگاه قرآن کریم، نظام جمهوری اسلامی 5 سال پیش به دنبال سالها تحریم و تحمل فشار سیاستش را تغییر داد. رئیس جمهوری که تمام موفقیتش را به رفع تحریم و ورود سرمایه خارجی به ایران گره زده بود، حالا هر دو را نقش بر آب می‌بیند. اقتصاد در تنگنا، تحریم‌ها پیش رو، کشور درگیر اعتراض. دورانی سخت در انتظار جمهوری اسلامی. مرساد کهنروز، BBC. رضا از ساکنانش گوهردشت کرج گفته خانواده‌اش در بحران اقتصادی و برای اعتراض به خیابان رفتند که نیروهای امنیتی به اونا حمله کردند. زن اون به سلو چاله فلیک اول جمعیت موج میزد، خیلی زیاد بودن. بعد به همون میزان هم میتونم بگن که مامورای گارد ویژه و اینا که از ساعت 2 اومده بودن، اینا راه بسته بودن، مسیر ماشین رو بسته بودن از ساعت 2 بعد از ظهر. چه دیگه ساعت 7 دیگه اینجوری خیلی شلوغ شد. یه ساختمونی هم بود اونجا، مردم میکردن توی اون ساختمون، نمیدونم اون ساختمون چی بود. من وایساده بودم اونجا، گفت شیا نگاه میکنی؟ گفتم نگاه میکنم، اینم چه خبره؟ همون موقع حمله کردن به خانومم رو داشتن میزدن که من رفتم جلوی که نزدن، من هم زدن و بطنهای خاصی بود که بطنهای سنگین ولی خیلی نرم. بعدم با چوب میزدن، بطنهای چوبی، بعدم اسپری
گاز فلفل زدن، نمیدونم اولا فقط به ما زدن یا به همه زدن، این گاز فلفل زدن که کلا زمینگیر شدیم دیگه، دیگه هیچی نمیدیدیم، دیگه چشامون نمیدید. این شعارا اول در مورد گرونی و این چیزا بود، بعدن که این نیروهای گارد ویژه اومدن میگفتن بیشرف بیشرف به این نیروها میگفتن. بعد من بعد از کنم روحانی و مگر خامنه ای دیگه همه چی بود دیگه، همه چی میگفتن. حسین از ساکنان اشتهار نزدیک کرج هم میگه در این شهر که شهر کوچیکی معترضان از همه اقشار جامعه بودند. با توجه به اینکه روز پنجشنبه مردم اطلاعات گسترده‌ای داشتن تو شهر اشتهار، نیروهای امنیتی سعی می‌کردن که حضور پررنگ‌تری داشته باشن تو سطح شهر، نه تنها جلوی فرمانداری که روز پنجشنبه نیرو بود، در داخل سطح شهر تو خیابان معلم نزدیک مسجد بازیون حتی خیابان چمران سر تا سر مسیر نیروهای امنیتی رو پوشش داده بودن. و با توجه به اینکه شهر اشتهار شهر تقریبا مذهبی هستش، شاید جلوی مردمش مردمان مؤمنی هستن، این نوع رفتاری که معترضین داشتن به وضعیت گرانی وضعیت حکومت واقعا جای تعجب بود، چون تا حالا همچین چیزی نبوده، یه جوری اصلا مردم بیشتر رو به حکومت بودن تا به رو به مثلا معترضین. ولی فشار اقتصادی که به مردم اومده بود، من تو پیش من تو معترضین هم بودم، از هر قشری میتونستیم زاده سفانه انقدر وضعیت کارش بد شد اونجا. شهر صنعتی اشتهاری که بودن، شهر صنعتی ایرانه تقریبا با 20-25% داره کار میکنه، یعنی دعوی واده همشون تعطیل شدن و این قشر کارگر همشون دیگه ضعیف شدن، دیگه یه جورایی واقعا به سیم آخر زده بودن، از همه قشر اومده بودن و صداشون رو بلند کرده بودن روی این حکومت. یه دهی هم از نتیجه با خودشون وارد کرده بودن داخل این معترضین و سعی داشتن که شعارها رو به سمت مسئولین و دولت و آقای روحانی ببرن، که مثلا میگفتن مسئول بی‌کفایت، استعفا استعفا، ولی خب خود مردم خیلی باهوش بودن، سریع شعارها رو عوض میکردن و مرد در دیکتاتور بود. شعارهایی که داشتن مجتبی پسر خامنه‌ای که مجتبی بمیری رهبری رو نبینی، اکبر خامنه‌ای هم حتی میگفتن. ولی ساعت تقریبا 9 یه گارد ویژه همین از کدوم شهر اومد، کرج اومد یا از نظرآباد یا شهرهای اطراف اومد، که اصلا دیگه کلا فضا رو کاملا ملتهب کرد و حتی از گازهای اشکاور هم استفاده کردن دیگه. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل سیاسی ایران درباره نحوه برخورد با معترضان و شعارهای آنها برامون بیشتر گفت. گذشته که اعتراضات سراسر دیماه برگزار شد، وزارت کشور ایران یک گزارشی داد در مورد پشت پرده اعتراضات که آقای ذوالفقاری خوند. خود آقای وزیر کشور آقای رحمانی فضلی هم آخر سال با سالنامه همشهری و بعد ایران گفتگو کرد و ابعاد گزارش رسمی وزارت کشور، این تحلیل وزارت کشور و دولت رو گفت. توی اون گزارش به صراحت آمده که سطح انباشت نارضایتی ها در ایران به حدی است که هر جا فرصت بروز پیدا بکنه دوباره بیرون خواهد آمد. و آقای وزیر کشور به صراحت گفته که حکومت باید عبرت بگیره از اعتراضات دیما و اگر عبرت نگیره اعتراضات ادامه پیدا خواهد کرد. بنابراین در پاسخ به شما باید بگم که رفتار حکومت ایران، دولت ایران افتضاح بوده. هیچ عبرتی از اعتراضات دیما نگرفته، هیچ تغییری در شرایط کشور ایجاد نشده. تنها تغییری که ایجاد شد، تنها چیزی که آقایان از اعتراضات دیما فهمیدند این بودش که تلگرام رو فیلتر بکنن و تعداد دانشجو رو مذاکره بکنن. و این اعتراضات فراتر از این حرفاست که حالا ما بپرسیم که آیا مثلا دو تا مأمور ضد شورش باتوم زدن یا نزدن، یا مثلا سیستم گازنبوری اجرا شد یا نشد. مجموع روی کرده حکومت نسبت به این اعتراضات همچنان سیاست انکار اعتراضات، فرافکنی اون به عهده و دوش کشورهای غربی و پاک کردن صورت مسئله است. اعتراضات بالغ شده. این اعتراضات رو اگر موج دوم سونامی اعتراضات دی ماه بدونیم، من معتقدم همون شکل رو داره، به وضوح نشون میده که بلوغ بیشتری پیدا کرده. تظاهر کنندگان به وضوح شعارهای سیاسی بیشتری میدن، در شعارهاشون به نسبت و حجم بیشتری دیکتاتوری در ایران، شخص اول حکومت، نهاد روحانیت، اون چیزی که اونا مسئول میدونن، فساد در ایران، این چیزها رو هدف میگیرن، سعی میکنن از خشونت کمتر پرهیز بکنن. به نسبت دیما ما خشونت کمتری رو داریم میبینیم، از حمله به در واقع درگیری‌های داخلی اجتناب میکنن. این تفاوت‌هایی که ما در شعارها میبینیم در واقع من ناشی از بلوغ تظاهر کنندگان معترضان نسل جدید نیروهای برانداز در ایران میدونم، از جمله کسانی که اونها رو دعوت میکنن به تظاهرات در خارج از کشور. مهدی مهدوی آزاد بود. عبدالفتاح سلطانی وکیل و فعال حقوق بشر که بارها نتوانسته بود اجازه مرخصی از زندان بگیرد، این بار موفق شد ولی برای حضور در مراسم سوگواری دختر جوانش.
سلطانی 8 سال گذشته را در زندان گذرانده و 2 سال دیگر هم باید آنجا بماند. از دلایل محکومیت او مشارکت در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر و اطلاع رسانی درباره پرونده موکلانش بوده. دختر او هما سلطانی جمعه شب بر اثر ایست قلبی درگذشت. یک عضو مجلس خبرگان رهبری میگوید برای آنکه ماهیت واقعی آمریکایی‌ها فاش شود باید پیشنهاد مذاکره مستقیم را پذیرفت. آیت‌الله هاشم بطحایی گفته برای اینکه آن بخش از جامعه که میگوید چرا ما مذاکره نمی‌کنیم بداند که نمی‌شود به آمریکایی‌ها اعتماد کرد، بهتر است که این پیشنهاد را بپذیریم تا توپ را هم در زمین آمریکایی‌ها بیاندازیم. دونالد ترامپ 5 روز پیش گفت آماده است با رهبران ایران بدون پیش شرط دیدار کند. و وزیر کار و رفاه اجتماعی هشدار داده ممکن است به دنبال تحریم‌ها 1 میلیون شغل تعطیل شود. علی ربیعی میگوید ممکن است دولت بتواند با پرداخت یارانه و حقوق به جای بیمه بیکاری بعضی از این شغل‌ها را سر پا نگه دارد. روند بازگشت تحریم‌های آمریکا از دوشنبه آغاز می‌شود. اوج تحریم‌ها تا 3 ماه دیگر است که واشنگتن هدفش را به صفر رساندن صادرات نفت ایران اعلام کرده. رئیس جمهوری ترکیه دستور داده دارایی‌های 2 وزیر دولت آمریکا در ترکیه مسدود شود. اقدامی مقابله به مصر، چون هفته پیش آمریکا وزرای دادگستری و کشور ترکیه را به خاطر نقششان در بازداشت اندرو برانسون کشیش آمریکایی تحریم کرد. آقای برانسون حدود 2 سال به اتهام کمک به هواداران فتح‌الله گلن و حزب کارگران کردستان در بازداشت بود و به تازگی در حصر خانگی قرار گرفته. رجب طیب اردوغان از تصمیمش بیشتر گفت. آخرین گامی که آمریکا در ارتباط با اندرو برانسون برداشته منعکس کننده روابط دو متحد استراتژیک نیست. این کار اهانتی آشکار به ترکیه است.